برنامه صحبتی بود. السلام علیکم حاضران عزتمند و تماشابینان همیشگی برنامه شبکه بهارستان. سلسله برنامه صحبت روز است. منظور شما و البته ما دویر به موضوع های صحبت میکنیم که درد تمام جامعه است و موضوع امروز ما بیماری کووید 19 و نوهای آن. وابسته به این موضوع ما دعوت نمودیم به استودیو مهمان راهبر مؤسسه بین المللی سلامتی و آموزش در کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا آرش علایی. بسیار خوش آمدید به برنامه. درود بر شما. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و کودکان ارجمندی که این برنامه ها رو میبینند، همچنین والدین محترم اونها، و امیدوارم بتوانیم صحبت هایی داشته باشیم که مورد قبول کودکان عزیز قرار بگیره. سلامت باشید. تشکر برای شما و یک چند سوال ها رو آماده کرده ایم که براتون پیشنهاد می شود و من باور دارم که البته به سوال های ما جواب های سری خواهید گفت با تماشابینان خرد شبکه بهارستان. 100%. سلام باشید. خب سوال اول می خواهم پرسون شوم که در مورد یکی از نوع های کووید 19 که اومیکرون نام گرفته است، این چگونه نوع است و به قول چگونه نشونه ها دارد؟ من خیلی خرسندم که امروز در برنامه‌ای که در خدمت شما هستم سه دوست دیگه داریم که شاید کودکان خیلی با اونها آشنا باشن و دوست داشته باشن اونها رو. بله. ما داریم ماشانه داریم و پالوانه داریم و شما هم فکر کنم موشک دارید. موشک داریم. بهترین است. ما حالا ببینیم که چه چیزی شده که همه ما و دوستان کودکان دوچار تشویش شدن در دنیا. بله. یکم اینه که اول باید بدانیم هم کودکان عزیز هم والدین آنها ناراحت نباید باشند، تشویش نداشته باشند، واهمه نباید بکنند، ولی باید خیلی هوشیار باشند. کودکان عزیز باید توجه داشته باشند که دوستان شما و خود شما و ما کلانسالان ره از حدود 2 سال پیش یک نمود بسیار ریز و میده که او را نمیتوانیم ببینیم. بله. تشویش میدهد. به چه صورت؟ به صورت اینکه آن موجود بسیار میده که او را نمیبینیم وارد بینی من میتواند بشود، وارد بینی شما میشود، وارد دهان من، دهان شما و دهان شما کودکان و دوستان شما، همین ماشانه عزیز هم میتواند وارد دهانش بشود. بله. وقتی که این ویروس میده وارد شد، به نام ویروس میگیم اون را، چرا؟ به خاطر اینکه این ویروس به بدن تشویش میرساند، آزار میرساند، ششها را درگیر میکند و ما دچار گلو درد، آبریزش از بینی، محکم شدن بینی، حرارت بلندی و در بعضی شخصان دچار مشکلات شش میشویم و نمیتوانیم نفس بکشیم. این از 2 سال پیش با ما بوده است. بدن ماشان و بدن شما کودکان عزیز در مقابل این ویروس مقاومت کرد و این دشمنش را داشت نابود می کرد. ولی آن ویروس هیلگر که می خواهد شما را تشویش بدهد رفت و قوی تر شد، زورمند شد، که این زورمند شدن و قوی تر شدن اون را ما می گیم اومیکرون، یعنی نمود نوی که به همه بشریت وابسته به سن نیست و وابسته به جنسیت آن نیست، به همه شخصان از یکمین روز تولد تا کلان سالترین، یعنی به شما کودکان و والدین پدر مادرای شما و بی بی و بابای شما میتواند تشویش بدهد. فرقی که این نمود نو کرده است این است که بسیار تیزتر پهن میشود و گسترشش پهنشویش در دنیا بسیار زیاد شده است. سلامت باشید. تشکر. و بیاید از موشک میپرسیم که دوستانی موشک چی سوال دارن با شما. خب اینو میگن که متخصصان در وقت پیدایش همین بیماری گفته بودند که نه چندان نوعهای زیاد دارد و به زودی میتواند که این بیماری از بین رود، اما چگونه که ما میبینیم نوعهای گوناگونی آن به خاله بعد از چند وقت پیدا شده ایستادن، چگونه است؟ پالوان شما هم شنیدید این صحبت را؟ موشک شده ما شما چطور؟ بریم یک گپ و گفتی کنیم ببینیم اینا چه میگن. ببینید علم اول به خودش مغرور بود.
کودکان عزیز باید توجه داشته باشند. پزشکان و دانشمندان برای حفظ سلامتی شما که نسل آینده نه تنها تاجیکستان هستید بلکه جهان هستید کوشش میکنند و سعی کردند با پیشرفت‌های علمی، با پیدا شدن واکسن‌ها، واکسن‌ها همون چیزایی هستند که شما در زمان کودکی می‌روید و پلی‌کلینیک‌ها به شما می‌زنند که سلامتیتان بهتر بشود. سعی کردند که جلوی این ویروس را بگیرند، پیشگیری کنند که این ویروس پخش نشود و خدای نکرده برای شما، برای پدر مادرتان مشکل ایجاد نکنند. ولی از اونجایی که ویروس هم خودش را قوی کرد، هنوز ما نمیتوانیم بگیم به جایی رسیدیم که بیماری دیگر نیست. بله. پس پالوان و موشان و موشک و همه کودکان باید توجه داشته باشید. در این روزها آن ویروس میده میتواند به شما سرایت کند، به والدین شما سرایت کند. هنوز برای از بین بردن این بیماری زود است. بله، سلامت باشید. خب موشک، باز چه سوال برای ما پیشنهاد میکنن؟ خب میگن که اومیکرون و دیگر نوهای آن چگونه سر میزند؟ یعنی پیدایش اونها از کجا است؟ پیدایش آنها باید توجه داشته باشید، وابسته است به ما کلان سالان و شما کودکان عزیز. اگر ما کلان سالان و شما کودکان عزیز کاری کنیم که این ویروس فریبکار هیله‌گر وارد بینی، دهان و گلوی ما نشود، وقتی که ویروس در بیرون از بدن بماند از بین می رود. پس این وابسته به بدن ماست که ما چگونه نگذاریم این ویروس وارد دهان و بینی ما بشود. به چه صورت؟ به صورت یکمش این است که ما سعی می کنیم، کوشش می کنیم نقاب بزنیم. می تواند مثلا امروز ماشان از این نقاب بزند، هم خوشرو می تواند باشد، هم محافظت کند. بله، بله. وقتی که این نقاب را زد، دیگر ویروس از اینجا وارد دهان و بینی نمی شود. بله. شاید این نوع نقاب را بزند، از این نقاب های چکن خوشروتر. پس یکی از کارهایی که ما باید بکنیم برای اینکه بتوانیم جلوگیری کنیم از ورود این ویروس، نقاب زدن است. کار دومی که باید بکنیم، وقتی که کودکان عزیز چه در خانه هستند، چه در باغچه هستند، چه در مکتب هستند، فاصله بذارن از یکدیگر. خیلی به هم نزدیک نشوند. وقتی که خیلی نزدیک میشوند، این ویروس میتواند از دهان و بینی مثلا ماشان به موشک وارد بشود. به این خاطر ما میگیم 1.5 متر فاصله بذارید. سوم، کودکان عزیز، شما میتوانید به مادر و پدر گرامیتان، به بیبی و بابای عزیزتان بگید که تریزه ها در و پنجره ها را باز کنند که هوای تازه بیاد. وقتی که هوای تازه به خانگی بیاد، مقدار ویروس کم می شود و ما جلوگیری می کنیم از پهن شدن ویروس و دو، از نمودهای نو ویروس مانند اومیکرون و سایر نمودهایی که در آینده داریم. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. خب موشک، تماشابینان خردسال ما چی سوال می خواهند باز با متخصص پیشنهاد کنند؟ خب موشک میگوید که نوع اومیکرون تا کدام اندازه تاثیرگذار است و باز موشک الهواتن برای ما گفت که در اول میگفتند که کودک با کودکان و نورسان خطر ندارد، اما امروز ما میبینیم حتی کودکان و نورسان به آنها نیز توصیه داده میشود که احتیاط باشند. برای چی؟ خیلی مهم است کودکان عزیز و والدین آنها که گوش میدهند به این برنامه توجه داشته باشند که از یکمین روز تولد تا کلان سال ترین شخصی که ما در دنیا داریم، بیبی و بابا، از یکمین روز تولد تا بیبی و باباها می توانند همه بیمار شوند. پس به این خاطر است همگی باید پیشگیری کنیم. و نکته بعدی این است که از آنجایی که تا حدود 6 ماه پیش ما بیشتر واکسن ها که یکی از راه های پیشگیری بود به 18 سال به بالا توصیه می شد، کودکان از زدن واکسن یک کمی در قفا هستند. کودکان می توانند منبع ویروس بشوند و می توانند بیماری را بگیرند.
جای واهمه نیست، ولی باید هوشیار بود به خاطر اینکه به سبب اینکه کودکان کمتر نقاب میزنند یا اینکه در باغچه ها، در مکتب ها یا در خانه ها خیلی نزدیک به هم میشوند، کودکان میتوانند منبع ویروس بشوند و ویروس را پهن بکنند. به این خاطر در سراسر دنیا حرکت شده است برای واکسن کردن کودکان. در جمهوری تاجیکستان هم در نقشه هست، در آینده نزدیکی فراخوان می شود برای کودکان، ولی تا آن زمان باید همان نکات پیشگیری را حتما رعایت کنند. هم کودکان عزیز، شما ما نمی خواهیم به پزشک مراجعه کنید، می خواهیم سلامت باشید، شاد باشید، بازی کنید، با دوستان خود شادی کنید، ولی هم می خواهیم که ویروس وارد بدن شما نشود. به این خاطر است شما خیلی باید مراعات کنید، رعایت کنید. یکم، دستتان را دائما با آب و صابون گرم بشورید. شستن دست ها بسیار مهم است. دوم این است که تا اونجایی که می توانید تریزه ها، پنجره ها و درها را باز کنید. تا اونجا که می توانید نقاب بزنید و از یکدیگر فاصله بگیرید که هم خودتان سلامت باشید، هم دوستان عزیزتان سلامت باشید. خب مشاهد، تو روزی هستی که من سوال نوباتی رو خودم پیشنهاد کنم. خب سوال نوباتی من میخوام خودم برای شما پیشنهاد بکنم. وقتی که این بیماری در اوج اول بود، سالهای قبلی، بعضی از بیماران و زنهایی که کودک شیرخوار داشتن، یعنی محروم بودن از گرفتن، یعنی ممکن نبود با توصیه بعضی از دکتران. اما در نوع این نوع اومیکرون، البته هم نفرانی که هم زنهایی که حامله هستند و هم زنهایی که کودک شیرخوار دارند و هم نگاه نکرده به کدام یک بیماری، باید واکسین نگیرند. آیا این درست است؟ در آغاز بیماری و زمانی که ما واکسن ها را دانشمندان کشف کردند، آن موقع معلومات ما پوره نبود، معلومات ما کامل نبود. به این سبب یک گروه را منع می‌کردند از زدن واکسن‌ها. واکسن‌ها کودکان عزیز همان ماده‌ای است که به شما داده می‌شود برای پیشگیری از بیماری. ولی حاضر ما معلوماتمان پوره است. 10 میلیارد نفر، من این را به ماشا نشان بدم، این کره زمین است کودکان عزیز. بله. کره زمین تمام کشورها هستند. کشورها هستند و تاجیکستان عزیز شما در اینجا قرار دارد. تمام این کشورهای دنیا بیماری را گزارش کردند و در حال حاضر بیش از یک سال است، قریب یک سال و دو ماه است که واکسن میزنند. معلومات ما پر است به سبب اینکه بیش از 10 میلیارد وایه واکسن زده شده است و نشان از آن دارد که از سنین بالاتر از 7 سال کودکان، مادران حامله، زنان، مردان، همگی می توانند واکسن بزنند و واکسن یکی از راه های پیشگیری است. ولی همینجا من بگم، همینجا چیزی که من باید بگم این است که واکسن ها 100% بیماری را پیشگیری نمی کنند. کودکان عزیز، مادران و پدران گرامی، بدانید که اگر شما مادران و پدران رفته اید واکسن زده اید، که این یک دستاورد بسیار مهم است که جمهوری تاجیکستان داشته، خصوصا در بین شهرها و ناحیه، شهر دوشنبه یکی از شهرهای نمونه است، یکی از پایتختهای نمونه است در دنیا، که قریب 100% اهالی، قریب 98-100% اهالی واکسن زدند. ولی بدانید پدران و مادران گرامی، وقتی که شما به کار می روید، وقتی که بیرون می روید، حتی اگر واکسن زده باشید، هر چند که واکسن زده باشید، 100% واکسن ها پیشگیری نمی کنند. به این سبب است شما حتما باید 2 نقاب بزنید. به چه سبب؟ به سبب اینکه شما اگر واکسن زده باشید، نقاب نزده باشید، می روید سر کار، آنجا خودتان ویروس را می گیرید، می آرید در خانه، به کودک عزیزتان می دهید و همین موشک جان عزیز ما می دهید. به این خاطر ما در کنار واکسن زدن باید نقاب را بزنیم. مادران حامله باید واکسن بزنند و همونطوری که گفتم در پروتکل های جمهوری تاجیکستان هست که از سن بالای 12 سال در آینده نزدیکی واکسن زدن شروع بشه. هیچ گروهی منعیتی ندارند، یعنی
کودکان عزیز، اگر پدر کلانی شما، مادر کلانی شما، بیبی بابای شما هنوز واکسن نزده است، ما از شما کودکان میخواییم که به اونها بگید برای اینکه آنها سلامتیشان برای شما مهم است، بروند و واکسن بزنند. بله، سلامت باشید. خب مشاق، باز چی سوال دارید؟ خودی شما میخواهید با متخصص آرش علایی پیشنهاد کنید. خب میشنویم شما رو. مشک میخواد سوال کند که برای چی میان این نوهای کووید 19 یک فاصله معین است، یعنی یک و یک باره سر نمیزنه، چرا؟ ببینید، این فاصله معین نیست. ویروس از هر بدنی به بدن دیگر برود میتواند وایه های نو ایجاد کند و وایه های نو هم ایجاد میشود، لیکن وایه هایی برای ما اهمیت دارند که چهار خاصیت داشته باشند. یک، آیا وایه نو تیزتر پهن می شود یا نه؟ آیا وایه نو خطر شدید شدن و فوتش زیادتر است یا نه؟ آیا وایه نو واکسن ها را سر می کند یا نه؟ و آیا وایه نو نشانه هاش فرق دارد یا نه؟ پس به این سبب ما بیش از 1280 وایه نو داشته ایم، ولی از آنها 6 نمودش مهم بوده است. به این سبب است وایه های مهمند که ما حالت های شدیدتر یا پنچویش را بیشتر داریم. اینجا یک سوال از من میپرسد. چی میگی؟ میپرسد از من، من چند روز است گلوم درد میکند و تب دارم، این چه سبب است؟ به نظر شما چه سبب است؟ کودکان عزیز، مادران و پدران گرامی، توجه داشته باشید. اگر در این روزها کودکان شما دچار گلودرد، گرفتگی بینی، آبریزش بینی شدند یا بدن درد دارند، یا خود شما، این فقط برای کودکان نیست، چه کلانسال چه کودکان، باید بسیار نگاه بین باشید برای اینکه نمود ناو ویروس و نمود گذشته آن دلتا نوابسته به کدام نمود ویروس در تاجیکستان باشد. ما میدانیم که کووید 19 نشانه هاش مانند گلودرد، آبریزش بینی، حرارت بلندی و بدن درد است. بله. شما سوال دارید؟ میگد من یک جرعه دارم. بله. که اون جرعه من چند روز است این حالت را دارد، چه کار کند؟ بله. مادران گرامی، یکم این است که واهمه نکنید. ما میدانیم که شما بسیار کودکان را دوست دارید، پدران عزیز هم، مادران عزیز هم دارن زحمت میکشن، میخوان کودکان سالم داشته باشن. اگر کودک شما یا اگر خود شما گلودرد پیدا کردید، سرفه پیدا کردید، بدن درد داشتید، بی حال و بی مدار بودید، اول کاری که باید بکنید اینه که واهمه نداشته باشید. دوم کاری که بکنید به پزشکتان، به طبیب عائلویتان، به طبیب متخصصتان باور کنید. سوم کار، شخصانی که این نشانه ها رو دارن، ما بیشتر گمانبر هستیم به کووید 19. اگر امکان آزمایش کووید 19 را دارید، آزمایش داشته باشید. اگر نه، نوابسته به اینکه کووید 19 باشد یا نه، نیازی به استفاده آنتی بیوتیک و ضد ویروسی نیست. من چرا میگم؟ برای اینکه عزیزان ما باید بدانند، کودکان ما بدانند، بیش از حد دارد آنتی بیوتیک مصرف میشود که این نیاز نیست. آنتی بیوتیک ها ارگانیسم ها، یعنی ساختار، یعنی بدن کودکان عزیز، بدن شما کودکان عزیز ره می تواند دچار مشکل کند به خاطر اینکه اینا مواد شیمیاوی هستند. چه کار باید بکنید؟ به دوست شما باید من سلام کنم و بگم یک، نه کمتر از 10 روز دیگه باغچه نرو، به مدت نه کمتر از 10 روز مکتبم نرود، در یک اتاق علاهده بماند. اگر سرفه می کند، والدین گرامی با توجه به هم نظری و صحبت با طبیب، با اجازت طبیب ضد سرفه بدهند. اگر کودک تب می کند، ضد تب. واهمه از تب نداشته باشید. تب رو وقتی ضد تب می دهید، اگر خیلی دما باز بالاتر بود، بدن اون را با یک سرچاق و سرچاق با آب ملایم خنک می کنید، همین کفایت می کند. بله. نیاز به اکل یا داروی آنتی بیوتیک و ضد ویروسی نیست. پس شما بگو دوستت نگران نباشد. بله. در کنارش باید حواسمان باشه که این کودک یا کلانسال در یک
خانگی علاهده جدا کنیم که به سایر اعضاء عائله بیماری را په نکنند. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. موشک از من یک سوال کرد و خیلی منتظر هم شد. بگوید که ما کی از این بیماری خلاص میشویم؟ خانواده های گرامی، کودکان عزیز، ما یک دشمن حیله‌کر و بسیار پرقوت داریم. دشمنی داریم که این کره زمین را، تمام خلق دنیا را گرفتار کرده است. به نظر می رسد ما با این ویروس در حال حاضر تا چند سال آینده خواهیم بود. مهم اندیشه ما و شماست. کودکان عزیز، همانچوری که زیرک هستید و می خواهید خوب یاد بگیرید، باید خوب یاد بگیرید که پیشگیری کنید. اگر ما بتوانیم آن ویروس هایی که نمی بینیم بیرون از بدن نگه داریم، زودتر او را شکست می دهیم. موشک جان، اگر این ویروس را دهانمان و بینیمان را باز بگذاریم، ما با این ویروس هستیم و او می رود قوی تر می شود و جان ما، جان پدر مادران شما، بی بی باباها را در خطر قرار می دهد. فهمیدی موشک؟ تشکر. از فردا ماسک می گذارم. می گد از فردا نه، از حال و بعد از برنامه شما ماسک گذارید. ما نسل ابو علی سینای بزرگ هستیم. این سرزمین، سرزمین علم و دانش بوده. در آن جایی که اهالی به علم و دانش باور داشتند، از جمله تاجیکستان، بیماری کنترل شده است، پهن‌شویش جلوگیری شده است. ولی از آن طرف هم با یک ویروس بسیار زیرک فریبکار در طرف هستیم. او هم خودش را قوی می کند. حاضر به نظر می رسد که ما در آغاز شروع پهن‌شوی نوع ویروس هستیم. حالا این نوع نمود اومیکرون است یا نه، آن زیاد اهمیت ندارد. به چه سبب؟ به سبب اینکه چه نمود اومیکرون باشد، چه دلتا باشد، فرق نمی کند. مهم این است ما چه کار باید بکنیم. بله. کاری که ما باید بکنیم همان مسائل پیشگیری است. اگر در این روزها کودکان و والدین و بیبی و باباها، کلان سالان و خرد سالان و میان سالان دست به دست هم بدیم، می توانیم گذر کنیم، موفق باشیم، مانند سال گذشته که ما دیدیم در اول شروع آغاز بیماری، خب بیماری شدید شد در تاجیکستان، ولی با آگاهی، با فهم و اندیشه مردم و حاکمیت دست به دست هم دادند و بیماری را برهم زدند. حاضر در آغاز یک موج نو هستیم. این وابسته است به ما و شما اهالی عزیز. اگر پیشگیری کنیم با موفقیت گذر می کنیم، اگر نه آن موقع شبهای نوروز که شبهایی است که ما باید جشن و سرور داشته باشیم، بله، کودکان عزیز تفریح کنند و بازی کنند، مجبور می شویم در خانه ها بمانیم. بله. به این خاطر اهمیت دارد که هم خردسال و هم میان سال و هم کلان سال در این روزها رعایت مسائل پیشگیری را انجام بدن. سلامت باشید. خب یک سوال دیگر خودم برای شما پیشنهاد میکنم. آیا میتواند منبعت کووید 19 نوهای دیگر داشته باشد؟ بله، این همان نکته است که ما باید توجه داشته باشیم. هر چقدر ویروس از یک بدن شخص به شخص دیگر برود، از یک کودک به کودک دیگر، از یک کلان سال به کلان سال دیگر، میتواند نمودهای نو داشته باشد. بله. به این سبب است ما باید پیشگیری کنیم از پهن‌شوی ویروس. سلامت باشید. ما نگاه میکنیم به چهره ماشون، ماشون کمتر خواتیر است و چهره اش هم کمتر آشفته حال است. بیاید برای ماشون، پلوان، برای موشک و تماشابینان خورسال ما چند توصیه هایی که در شرایط خون است یا اینکه خودشون اونا مستقلانه انجام دادن میتوانند بگویید تا اینکه دیگر هراس نداشته باشند. من اول به ماشون و پلوان و موشک میگم عزیزان من و کودکان گرامی، اصلا نگران و تشویش نداشته باشید، لبخند بزنید. شاید بعضی از شما بیمار باشید در این زمانی که این برنامه رو میبینید. میدانم حال شما شاید بیمار است، تب دارید، سرفه بزنید، شاید بی حال باشید، ولی در همون زمان هم خنده کنید. وقتی که شما میخندید، ویروس که دشمن شماست آن غم‌انگیز میشود، آن ناراحت میشود. پس یکم کار باید شاد باشیم. حتی در زمان بیماری هم باید سعی کنیم ناراحت و نگران نباشیم. من به پدر مادرهای عزیز، بی بی باباهای عزیز میگم، فکر شما و اندیشه شما بسیار مهم است. هم
رعایت برای خودتان بکنید، هم برای کودکان. وقتی که همین کارهای ساده را بکنیم، علم ما نشان داد که کشورهایی که شاید بسیار بای بودند، پولدار بودند، تکنولوژی داشتند، اگر همین مسائل ساده را رعایت نکردند، آنها دچار مشکل شدند. و کشورهایی که شاید کمبغل بودند و تکنولوژی زیادی نداشتند، با همین مسائل ساده توانستند حل کنند. پس برای عزیزان، شما خواطیر نباش، بخند، شاد باش، ولی رعایت مسائل پیشگیری کودکان عزیز حتما با پدر و مادر و کلانسالا انجام بده. سلام علیکم شد. تشکر برای شما. در آخر اگر یکون گفتنی دیگر باشد مرحمت، وگرنه با برنامه نقطه بذاریم. من آرزوی سلامتی میکنم برای شما کودکان عزیز، سلامتی که برای شما آرزوست، من آرزوی او رو دارم، ولی وابسته است به حرکت شما کودکان عزیز. برای مادران و پدران گرامی، بی بی و باباهای ارجمند و عزیز ما، خواهش میکنم که شما رعایت کنید این مسائل بهداشتی را، رعایت کنید مسائل پیشگیری را، برای اینکه کودکان به شما نگاه میکنند، شما نمونه اید برای آنها. وقتی که شما رعایت کنید، کودکان هم رعایت میکنند و دست به دست هم از این زمانی که ویروسی که تمام دنیا را پهن کرده است گذر خواهیم کرد. سلام علیکم باشه. تشکر برای شما و من باور دارم که البته شما تماشابینان خرد شبکه بهاریستان و پدر و مادران که این لحظه در نزد اکران های خود مخصوص همین برنامه رو تماشا نمودن، البته تفسیح های بسیار جالب رو شنیدن. و تماشابینان عزیز، من از ماشون، از پلوون و از موشک و از دیگر تماشابینان که این لحظه ما رو دیده ایستادن، شما نگران نباشید، فقط احتیاط کرونا مناسبت بکنید و ما میتوانیم البته بر ضد کووید 19 و نوهای اون البته غالب شویم. بینندگان عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که مهمانی برنامه صحبتی روز بودند در مورد کووید 19 و نوهای آن، رهبر مؤسسه بین المللی سلامتی و آموزش در کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا، آرش علایی. تشکر برای شما. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما به انجام میرسد. تا برنامه بعدی، تن صحت و خانه آباد باشید. خیر. برنامه صحبتی روز.